سلام، خوش اومدید به کانال خودتون. دکتر ربیعی هستم و امروز اطلاعاتی رو در مورد داروی تریبنافین با شما به اشتراک میذارم. کجلی قارچی سر یک عفونت قارچی پوستی بسیار شایع و مصری هستش و میتونه از طریق تماس مستقیم با فرد آلوده انتقال پیدا کنه. عواملی از جمله حیوان خانگی آلوده، استفاده از وسایل مشترک، مصرف بیش از حد مواد غذایی قندی و نشاسته دار و زندگی در محیط‌های گرم و مرطوب میتونه باعث ایجاد کشلی قارچی بشه. این نوع قارچ نشانه‌هایی مثل پوسته شدن سر و ریزش مو به صورت ناحیه‌ای داره. داروی تریبنافین یکی از داروهای مؤثر در درمان عفونت‌های قارچیه. معمولاً کاربرد اصلی این دارو در درمان عفونت‌های قارچی و قارچ ناخونه. این دارو با جلوگیری از رشد بیشتر قارچ اثر خودش رو اعمال میکنه. داروی تریبنافین به صورت موضعی و به صورت خوراکی استفاده میشه. در صورت عفونت‌های قارچی شدید این دارو به صورت خوراکی توصیه به مصرف میشه. داروی تریبنافین یک ضد قارچ مورد استفاده در طیف وسیعی از بیماری‌های قارچیه. این دارو در درمان عفونت‌های قارچی موضعی شامل ریزش موهای پا، بدن، ران، سر و عفونت قارچی ناخن استفاده میشه. داروی تریبنافین به شکل قرص‌های 250 میلی گرم و کرم‌های موضعی 1% در داروخانه‌های کشور موجوده. در بزرگسالان جهت درمان عفونت قارچی ناخن و پوست سر معمولاً روزانه یک قرص 250 میلی گرم به صورت خوراکی به مدت 6 هفته استفاده میشه. بهتره برای عفونت قارچی ناخن انگشت پا درمان تا 12 هفته ادامه پیدا کنه و در عفونت قارچی سایر نواحی از کرم موضعی 1 تا 2 بار در روز بسته به اندازه عفونت از 1 هفته تا حداکثر 4 هفته استفاده میشه. قرص تریبنافین رو میتونید همراه با غذا یا بعد از غذا مصرف کنید. داروی تریبنافین رو حتما باید با تجویز پزشک مصرف کنید و از مصرف سایر داروها در کنار این دارو پرهیز کنید. در هنگام استفاده از این دارو بهتر از نوشیدن قهوه، چای یا سایر نوشیدنی‌هایی که حاوی کافئین هستن اجتناب کنید. بعد از استفاده از کرم موضعی محل مورد نظر رو بانداج نکنید. این دارو ممکنه که پوست شما رو نسبت به نور خورشید حساس‌تر بکنه. سعی کنید در صورت قرار گرفتن در برابر نور مستقیم خورشید از کرم ضد آفتاب استفاده کنید. ممکنه که چندین ماه طول بکشه تا درمان کامل بشه. حتما دوره درمان با این دارو رو کامل بکنید و در صورت درمان ناکافی احتمال بروز مجدد عفونت وجود داره. از عوارض جانبی شایع داروی تریبنافین میشه به سردرد، اختلال در حس چشایی، اختلال در بینایی، عوارض گوارشی مثل اسهال، حالت تهوع، نفخ، بروز ناراحتی و درد معده و افزایش سطح آنزیم‌های کبدی اشاره کرد. داروی تریبنافین با بعضی از داروها مثل وارفارین، آمیودارون، سایمیتیدین، ریفامپین، ضد قارچ‌های آزولی مثل فلوکونازول و کتوکنازول و داروهای ضد افسردگی تداخل دارویی داره. این دارو در گروه B بارداری قرار میگیره و در طول دوره بارداری در صورت لزوم توسط پزشک تجویز میشه. این دارو وارد شیر مادر میشه، پس در دوران شیردهی توصیه به مصرف نمیشه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اینجا براتون یک ویدیوی پیشنهادی گذاشتم که با کلیک کردن بر روی اون میتونید اون رو تماشا بکنید و اگه سوالی در مورد این دارو یا داروهای دیگه داشتید اینجا کامنت بکنید، من در اسرع وقت بهش جواب میدم.